ناصر صالح الاسدی مشاور محمدشیا السودانی نخست وزیر عراق در امور حمل و نقل به استفاده از تجربه طرح چشم‌انداز اربعین BC که چند سال پیش توسط مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی مطرح شده و از سوی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در حال پیگیری است دعوت و توصیه کرد. وی در ادامه افزود شهر مقدس کربلا شهر حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام است، لذا باید همواره برای بهتر شدن این شهر کوشید تا به یکی از بهترین و زیباترین شهرهای جهان تبدیل شود، زیرا شهری است که هر ساله از سوی میلیون‌ها زائر و عاشق اهل بیت علیهم السلام مورد زیارت قرار می‌گیرد. مشاور نخست وزیر عراق ادامه داد در زمینه حمل و نقل هم باید بهترین زیرساخت برای حمل و نقل و رفت و آمد زائران تهیه و آماده شود. وبسایت آواز دوایس با انتشار گزارشی از تبدیل شدن یک روستای شیعه نشین در بنگلادش به نماد صلح و دوستی خبر داد. در این گزارش آمده روستای شیعه نشین نایاباستی که در شرق کشور بنگلادش قرار دارد در دل خود پیروان ادیان و مذاهب مختلف را جای داده و همگی در کنار یکدیگر با صلح و دوستی و به طور مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند و بر همین اساس این روستا به نمادی برای همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شده است. این گزارش افزود عمر این روستا تقریباً 40 سال است، اما به روستایی بسیار خوب و پیشرفته تبدیل شده، زیرا همگی در کنار هم به خوبی زندگی می کنند و برای رشد و پیشرفت تلاش می کنند. بر اساس این گزارش، علاوه بر شیعیان که اکثریت جمعیت این روستا را تشکیل می دهند، مسیحی ها، هندوها و سیک ها نیز در این روستا زندگی می کنند. سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق با اشاره به توسعه عملیات‌های این دستگاه علیه گروه تروریستی داعش از ابتدای سال جاری میلادی و لزوم هماهنگی با اقلیم کردستان عراق در این زمینه که به موجب افزایش عملیات‌ها شد تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از اسکای نیوز عربی، دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به تازگی با اجرای عملیاتی ویژه با تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مختلف عملیات خود علیه گروه تروریستی داعش را تشدید کرده است. این دستگاه اخیراً نیز نتایج عملیات‌های خود از ابتدای سال جاری میلادی را که نتایج مثبت متعددی برای تقویت ثبات در این کشور داشته افشا کرد. خبرگزاری رسمی عراق وا به نقل از صباح نعمان سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد فعالیت‌های فعلی دستگاه در مأموریت‌های پیگیری و تعقیب گروه‌های تروریستی داعش در هر نقطه‌ای از عراق خلاصه می‌شود. گفتنی است این عملیات‌ها نتایج خوبی داشته، به این شکل که تهدیدهای تروریستی کاهش یافته، عراق با ثبات‌تر شده است و تعامل عمومی و مردمی با نیروهای امنیتی ایجاد شده است. سازمان غذا و دارو فاو از سازمان‌های زیرمجموعه و وابسته به سازمان ملل متحد با صدور بیانیه رسمی نسبت به وقوع طوفان و سیل‌های شدید در کشور یمن هشدار داد. سازمان فاو در این بیانیه افزود طبق بررسی‌های انجام شده طوفان سنگینی در مسیر یمن است که می‌تواند باعث وقوع سیل در این کشور شود. بیشترین تأثیری که از این طوفان و سیل خواهد بود در استان المهره در شرق یمن است که با کشور عمان هم مرز است. این بیانیه افزود این طوفان در حال نزدیک شدن به سواحل یمن است و هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. بر همین اساس مقام‌های یمنی باید خود را برای هر اتفاقی آماده کنند، زیرا پیش بینی می‌شود خسارت‌های وارد ناشی از این طوفان و سیل بسیار زیانبار باشد. وزیر کشور فدرال آلمان از تنظیم یک بسته قانونی جامع به منظور تسهیل و تسریع روند اخراج‌های پناهندگی به کشورهای مبدأ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از آی تی وی آلمان، نانسی فایزر وزیر کشور فدرال آلمان می‌خواهد پناهجویان رد شده را سریع‌تر اخراج کند. این مقام آلمانی در گفتگو با راینیشه پست گفت بسته قانونی جامع برای بازگشت بیشتر و سریع‌تر باید روز چهارشنبه توسط کابینه تصویب شود. بسته موسوم به بازگرداندن به وطن دولت آلمان مجموعه ای از اقدامات محدود کننده علیه مهاجران را ارائه می کند. در همین راستا اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم اعلام کرده که می خواهد تعداد پناهندگان را کاهش دهد و اقدامات سخت‌تری را علیه پناهجویان رد شده انجام دهد. وی به هفته نامه اشپیگل گفت بالاخره باید کسانی را که حق ماندن در آلمان را ندارند در مقیاس وسیع اخراج کنیم. پلیس ترکیه روز دوشنبه از دستگیری شماری از اتباع خارجی در پایتخت این کشور با اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، اداره کل امنیت ترکیه اعلام کرد که پلیس 33 مظنون از جمله 31 عراقی و 2 تبعی سوری را در عملیات همزمان دستگیر کرد. این عملیات همزمان در 39 آدرس در آنکارا انجام شد. نیروهای امنیتی ترکیه تاکنون بارها از کشف و خنثی‌سازی عملیات‌های داعش به خصوص در استانبول خبر دادند. ترکیه با بهانه مبارزه با تروریست‌ها بارها عملیات زمینی و هوایی در عراق و سوریه انجام داده است که با مخالفت دولت‌های این دو کشور و اهالی منطقه قرار گرفته است. آستان مقدس عباسی به فعالیت‌های سومین کنفرانس علمی بین المللی دارالرسول اعظم صلی الله علیه و آله با موفقیت پایان داد. این کنفرانس را دارالرسول اعظم صلی الله علیه و آله وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس با شعار رسول من الله یتلو صحفا مطهره و با عنوان سیره نبوی در کتب تفسیر به مدت 2 روز در سالن همایش‌های امام الحسن و القاسم علیهم السلام برگزار نمود. مراسم اختتامیه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و با قرائت بیانیه این کنفرانس توسط آقای دکتر شعلان عبدعلی ادامه یافت. در پایان گفتنی است دکتر ریاض صارق العمیدی رئیس انجمن علمی و فکری العمید از 10 پژوهش برتر این کنفرانس تجلیل کرد. از سایر پژوهشگران نیز توسط دکتر عادل نظیر مدیر دارالرسول اعظم تجلیل شد. رئیس سازمان غذا و داروی ایران در پیامی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با اشاره به اینکه نزدیک به 90% مسمومیت‌ها در مناظر رخ می‌دهند، نسبت به لزوم آموزش همگانی با کمک تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در مورد این موضوع مهم تأکید کرد. گفتنی است سالانه مقادیر قابل توجهی از عوامل شیمیایی و داروهای صنایع وارد بازار مصرف می شوند که متاسفانه سهل‌انگاری در نگهداری صحیح داروها و مواد شیمیایی در منزل سبب ایجاد مسمومیت در افراد خصوصا در کودکان و سالمندان خواهد شد. مسمومیت ها در اثر تماس های عمدی یا اتفاقی با مواد دارویی یا شیمیایی که می توانند آسیب رسان باشند اتفاق می افتد. وی در ادامه گفت 90% مسمومیت ها در مناظر رخ می دهد و شایع ترین علت بروز مسمومیت در جهان مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی است. آمار بالای مصرف داروها در جامعه از یک سو احتمال بروز تداخلات دارویی را بالا خواهد برد و از سوی دیگر اشتباهاتی که ضمن تجویز و مصرف دارو به صورت ناخواسته صورت می‌گیرد ممکن است بیمار را به سمت مصرف مقادیر بالاتر از دوز درمانی و عوارض ناشی از مسمومیت‌ها با داروها سوق دهد.